به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هست. دکتر سبای محترم، سلام، روز شما بخیر. به ادامه بحث تداوی توبرکلوز که جلسه پیشتر مقدمه بر تداوی توبرکلوز داشتیم، اگر سلاید پیشتر گوش کرده باشیم یا دیده باشیم، تداوی ما شامل دو مرحله، مرحله انتنسیو، مرحله تشدیدی و مرحله تعقیبی بود. دو کتگوری مریضان توبرکلوز، مریضان توبرکلوز به دو کتگوری تقسیم میکنیم، کتگوری یک و کتگوری دو، که در کتگوری یک و کتگوری دو فرمول تداوی ما فرق میکرد، چنانچه در تداوی مریضان کتگوری یک ما 4×2 = 4 داشتیم، یعنی 4 دوا برای مدت 2 ماه، بعد 2 دوا برای مدت 4 ماه، و در مریضان کتگوری 2 فرمول تداوی ما فرق میکرد. به ادامه او بحث، ما تداوی توبرکلوز در گروه های خاص سر بحث میکنیم. مسئله اولی که میخواییم بحث کنیم اینه که شما مریض داریم، مریض مشکوک به توبرکلوز ریوی یا پلمونری توبرکلوز و پیش شما آمده، تمام اون تظاهرات کلینیکی که دقیقا متوجه نیم در فصل 5 کتاب است یا فصل 4 کتاب که تظاهرات کلینیکی بحث میکنه، که مریض سرفه بیش از 3 هفته داره، مریض اسرت تنفس داره، مریض هموپتایز داره، این تظاهرات کلینیکی برای شما یک شبهه ایجاد میکنه، برای شما یک شک ایجاد میکنه که مریض توبرکلوز باشه. یعنی تظاهرات کلینیکی در از مریض مثبت، کلیشه رادیوگرافی هم میگیرن، کلیشه رادیوگرافی مریضم چیزایی میبینن، شک میکنن به توبرکلوز، ولی نتیجه معاینه میکروسکوپی مریض منفیه. در این شرایط ما باید چه کار کنیم؟ توصیه میکنم در این وضعیت شما تداوی تشدیدی توبرکلوز برای مریض شروع کنید، یعنی همون تداویی که در کتگوری اول اگه بود 4 دوا و در کتگوری 2 بود 5 دوا برای مریض شروع کنیم. وقتی که این تداوی شروع کردیم، در این حال مریض معاینه بلغم مریض به خاطر کشت یا کلچر روان میکنه. خب مشخصا نتیجه کشت یا کلچر شما 4 تا 6 هفته بعد میاد، 4 تا 6 هفته بعد، و تداوی تشدیدی شما هم مشخصا 2 ماه، 4×2 که بود، 2 ماه طول میکشه. پس تا اون زمان نتیجه تداوی شما میاد. حال اگر بعد از این 4 تا 6 هفته نتیجه کلچر شما مثبت بود، خیلی خوب، ضرر نکردین، پس مریض تحت تداوی استاندارد توبرکلوز قرار میدیم و بعد از ختم تداوی تشدیدی تداوی تعقیبی ادامه میدیم. ولی اگر نتیجه کلچر منفی بود چی؟ اگر نتیجه کلچر و یا نتیجه کشت شما منفی بود، میبینیم که آیا در همین مدت زمانی که شما تداوی برای مریض شروع کردیم، برای مدت 6 هفته، آیا مریض بهبودی حاصل کرده یا خیر؟ اگر مریض بهبودی حاصل کرده بود، تداوی استاندارد توبرکلوز بازم تطبیق میکنیم. در غیر اون صورت، اگر بهبودی حاصل نکرده بود، شما میشه که به انتان دیگه و یا شکل لتن توبرکلوز که بعدا بحث میکنیم به اونها شک کنیم. یک بحثی بود که مریضایی که به تداوی به توبرکلوز مشکوک میشه. بحث دوم واسه مریضان توبرکلوز هست که همراه با ایدز یا HIV associated tuberculosis یا tuberculosis associated HIV خبر دارین که تداوی توبرکلوز خیلی خوب پیش رفته بود و حتی به اندازه موفق بودند که توقع داشتند که تا چند وقت بعد، قبل از 1980 و 1982 بحث میکنم، تا چند وقت بعد کتاب توبرکلوز را بسته کنند، یعنی بحث اردیشن توبرکلوز مطرح بود. ولی در سال 1982 که HIV دوباره پیدا شد، با پیدا شدن HIV مسئله توبرکلوز هم دوباره اوج گرفت. خب مریض توبرکلوز هست که HIV داره، تداوی ما در فرق نمی کنه، ولی در مریضان HIV پوزیتیو تداوی ما ممکنه که یک تعداد عوارض بیشتر داشته باشه. یک از جمله از او عوارض ایمینو ریکانستراکشن انفلاماتوری سندروم یا IRIS یا سندروم التهاب بازسازی معافیت. یعنی شما زمانی که مریض توبرکلوز تداوی میکنه، مریضی که HIV هم هست، ممکن سیستم معافیت از او دوباره فعال بشه و شما در نزد از این مریض تشدید تظاهرات کلینیکی، یافته های رادیولوژیک توبرکلوز بیشتر بشه و همچنین در مریضانی که توبرکلوز خارجی روی دیشوشن یا رازالیم اینا شدت بیشتر کسب کنه. در مریضانی که حامله هست، طرز العمل شما چی هست؟ شما بیاد دارین که
استرپتومایسین ما در کتگوری دو برای مریضان میدادیم. در کتگوری اول ما برای مریضان توبرکلوز استرپتومایسین نمیدادیم. در مریضان که حامله هستند به خاطر که رو عصب هشتم تأثیر میکنه استرپتومایسین یا آمینوگلوکوزید بگیم، برای از این مریضان استرپتومایسین نمیدادیم. ولی چیزی که در کتاب توبرکلوز شما نیه، مشخصا سوالی هم که هسته که محصل دست خواهد استاد به امتحان میاد، نه به امتحان هم نمیه، اینه که فرمول تداوی در این مریضا فرق میکنه. فرمول تداوی از این مریضه های توبرکلوز که حامله هستن 2HRE جمع 7HR هست. یعنی برای مریض توبرکلوز که حامله باشه 2 ماه ایزونیازید رفامپین اتامبتول جمع 7 ماه ایزونیازید و رفامپین میده. در کتاب شما نیست و جز امتحان شما مشخصا نیست. مریضانی که در دوره شیردهی هستند دوای توبرکلوز نه به اندازه در شیر ترشح میشه غلظت به اندازه داشته باشه که نه برای وقایع نه هم به خاطر تداوی موثریت داشته باشه. پس مریضان شیرده به اساس همو پروتکل استاندارد قبلی مریضانی که خانم هایی که شیرده هستند و توبرکلوز هستند تداوی میشه. و اما مریضی که عدم کفایه کلیه داشته باشه، از اونجایی که خود من بخش نفرولوژی کار کردم فلو کردم و تزیس دکترام هم به بخش نفرولوژی بود، خیلی موافق با کلمه عدم کفایه، خصوصا با کلمه فایلر که من مشکل دارم، عدم کفایه خفیف تا متوسط در کتاب شما نوشته شده. مشخصا شما در بخش داخل اصطلاحات اصلاح کرده باشیم که ما شکل حد آسیب کلیه عدم کفایه کلیه قبلا بود که به نام اکوت رینال فیلر میگفتن، فعلا به نام اکوت کدنی اینجوری یا AKI یاد میکنن، و شکل مزمن هم که قبلا به نام CRF یا کورونیک رینال فیلر یاد میکردن فعلا به نام CKD یا کورونیک کدنی دیزیز یاد میکنن. پس یعنی وقتی که عدم کفایه میگیم یا میگیم که کفایت کافی نداره کلیه ها، وقتی کفایت نداشته باشه پس باید جایگزین داشته باشه. ما اما اصطلاح رینال ریپلیسمنت تریتمنت که میگم یا RRT که میگم، یعنی باید جایگزین بشه برای کلیه، که جایگزین برای کلیه مشخصا یا هیمودیالیز است و یا پریتوان دیالیز است و یا هم ترانسپلانتیشن است. پس به هر صورت منظور اینجا، منظور این قسمت اینه که اگر مریض GFR کاهش خفیف داشته باشه، که کاهش خفیف هم ما از 90 به پایین بحث میکنیم، GFR از 90 به پایین میفهمیم که نرمال GFR بین 120 تا 130 تا 140 در جوانها هست، البته سن 40 به بعد کاهش خفیف داره، عدم کفایه خفیف و یا همو شکل CKD باشه به شکل خفیف، برای از این مریض ها میتونن که INH رفامپین و پاریزی نماید با دوز معمولی بدن. ولی اگر شکل پیشرفته از رو باشه، یعنی GFR مریض پایین آمده باشه، پایین تر از 60، پایین تر از 45، پایین تر از 30، در این مقطع زمانی خیلی خوبه که دواها رو اجستمنت کنیم و یا دواها توسط میشه که حتی به خود گوگل هم سرچ کنیم که دوز مثلا فلان دوا در مریضی که GFR از رو مثلا 30 هست در GFR 45 دوز از دوا های تغییر میکنه یا نه، دوز INH و پایرزینماید در شکل پیشرفته کاهش پیدا میکنه. برای از این مریضا قبلا هم گفتم آمینوگلوکوزید ها خصوصا استرپتومایسین در این مریض ها که شکل پیشرفته باشه توصیه نمیشه. ولی رژیم تداوی از این مریضا اینه که یا فرمول اینه که 2HRZ دو ماه ایزونیازید رفامپین پایرزینماید جمع 4 ماه ایزونیازید رفامپین. در مریضانه که امراض کبدی داشته باشند یا هیپاتوتوکسیسیتی داشته باشند رفامپین ایزونیازید پایرزینماید به کم با دقت بیشتر توصیه میکنه، به کم بیشتر دقت کنه. و در این مریضان اگر زیاد سویه انزایم کبدی بالا نباشه و یا شکل بیشتر پیشرفته نباشه ایزونیازید و رفامپین میشه که تحت نظارت دقیق بدیم، ولی قطعا برای این مریضا پایرزینماید نمیده.
قطعا بر از این مریضا پایریزی نماید نمیده. حتی ما یک اصطلاحی هم به شفاخانه داریم به نام درک هپاتیت داریم. زمانی که شما مریض توبرکلوز تداوی توبرکلوز شروع میکنیم، بعضی از مریض ها ممکن است که اعراض و علایم توکسیسیتی کبد نشون بده و مجبور میشن که دوای توبرکلوز قطع کنیم و باز آهسته آهسته دواها رو شروع کنیم. بعد از اینکه علایم رفع شد، اول ایزونیازید شروع میکنیم، ادامه میدیم، باز رفامپین و میبینیم که به مقابل کدام دوا توکسیسیتی نشان داده. ولی فرمول از این مریض ها دو ماه برای مریض شیر جمع 4 ماه اچ آر، یعنی 2 ماه استرپتومایسین ایزونیازید رفامپین ایتامبوتول، 4 ماه ایزونیازید رفامپین میدم، و یا 2 شی جمع 10 هی، یعنی 2 ماه برای مریض استرپتومایسین ایزونیازید ایتامبوتول، 10 ماه هم برای مریض ایزونیازید ایتامبوتول میدم. چند تا فرمول دیگه هم هستم. مریضایی که به مقابل رفامپین تحمل عدم تحمل دارن، 12 ماه برای مریض HZE میدم، یعنی ایزونیازید پاریزینماید ایتامبوتول میدم. فقط ببینه وقتی که رفامپین از رژیم تداوی حذف میشه، دیورشن تداوی چقدر افزایش پیدا میکنه، این موثریت بالای خود رفامپین در رژیم تداوی نشون میده. یا مریضایی که به پاریزینماید تحمل ندارند، 2 ماه ایزونیازید رفامپین ایتامبوتول و 7 ماه ایزونیازید رفامپین برای مریض میده. تا این مقطع در مریضایی که رژیم های خاص برای تداوی مریض ها، یکی از جمله موضوعات بسیار مهم دیگه که مطرح هست در بخش تداوی توبرکلوز که از شما خواهش میاسته که کم بیشتر دقت کنین. چرا بعضی از سناریو ها هم ساخته میشه در سوالات امتحان، از همین قسمت ها ساخته میشه، یکم بیشتر دقت کنین. حالا به علل مختلف ممکن که تداوی قطع بشه، ولی یک گپ بسیار مهمه. تداوی که قطع شده در کدام مرحله قطع شده؟ در مرحله تشدیدی قطع شده و یا در مرحله تقلیبی؟ قبلا ما یاد شما باشه در سلاید پیشتر گفته بودم که تداوی توبرکلوز ما شامل 2 مرحله است، مرحله تشدیدی و مرحله تعقیبی. که مرحله تشدیدی ما حال در کاتگوری اول 4 دوا، در کاتگوری 2 5 دوا بود برای مدت 2 ماه، و بعد از اون کاتگوری 2 1 ماه دیگه هم باز 4 دوا بود. در مرحله تشدیدی قطع شده یا در مرحله تعقیبی؟ اگر مریض ما در مرحله تشدیدی، یعنی در فاز اولیه تداوی رو قطع کرده باشه، میبینیم که آیا قطع تداوی از این مریض کمتر از 14 روز است و یا بیشتر از 14 روز، کمتر از 2 هفته است و یا 2 هفته و بیشتر از 2 هفته است. اگر کمتر از 2 هفته باشه، کمتر از 2 هفته باشه، خیلی ادامه بده تداوی خود تا مرحله تشدید 2 کامل بشه. مریض دوا داده، رفته 1 ماه گرفته، حالا آمده که دکتر دوا که خوردم خوب شدم، قطع کردم، ولی ما برای تو 2 ماه دوا دادم، خوب شده بودم. خیر، حالا که قطع کردی کمتر از 2 هفته است یا بیشتر از 2 هفته؟ کمتر از 2 هفته. برو پس این دوا خود ختم بکن، ولی دوباره قطع نمی کنی، به مجرد که دوا تا ختم میشه یک روز قبل از ختم دوباره پس میگی. یک، یعنی قبل در مرحله تشدیدی کمتر از 14 روزه، برو دوا خو ختم کو بیا. اگر بیشتر از 14 روز دوا تداوی خو پس از سر شروع میکنه. خیر، 1 ماه خوردم دکتر قطع کردم، 2 ماه میشه قطع کردم، 1 ماه میشه قطع کردم، خیر برو پس از سر شروع کن. ولی این بار کم با لحن مهربانتر برای میفهمونن که قطع نکنیم، لحن مهربانتر خود رو کنه فهمیده باشه. ولی اگر تداوی خو در مرحله تعقیبی قطع کرده باشه، مرحله تشدیدی خو کامل دوا خو گرفته، فقط در مرحله تعقیبی، در مرحله تعقیبی دوا خو قطع کرده، اول میبینیم که آیا دوا خو بیشتر از 80% گرفته یا کمتر از 80%. یعنی ما برای مریضی که توبرکلوز بود کاتگوری 1 فکر کنیم، 2 ماه تشدیدی خو کامل گرفته، به 4 ماه تعقیبی 80% 4 ماه، 80% 120 روز میشه 96 روز. مریض مرحله تشدیدی کامل گرفته، در مرحله تعقیبی هم 100 روز دواخو گرفته، 100 روز دواخو گرفته، یعنی بیشتر از 80%. میرم میبینیم که همون معاینه بلغمه که بعد از 2 ماه انجام داده بودیم
در یک سلاید داشتم، اگر یک کم سلاید دار خوب عقب بیایم برای شما در این سلاید ها. در این سلاید بعدی، این سلاید به قسمت معاینه بلغم انجام داده بودیم، گفتم که منفی هست ادامه تداوی، اگر مثبت هست یک ماه دیگه اضافه میکنه. این سلاید بیاد شما باشه. حال در این قسمت، در این قسمت میبینیم که مرحله تشدیدی خود کامل گرفته و مرحله تعقیبی هم بیشتر از 80% گرفته، یعنی 100 روز فکر کنید که دوا خود گرفته و معاینه بلغم، همون معاینه بلغم منفی بوده. دیگه از این بیشتر ضرورت به تداوی ندارن. حالا اگر 20 روز دیگه دوایی مونده پیشی، خیر باشه، او 20 روز دوا رو از او تحویل میگیرم، دیگه کفایت میکنه، دیگه ضرور نیست که دوا بگیره. ولی اگر بیشتر از 80% دوا خود گرفته بود ولی معاینه بلغمی در همو دو ماه مثبت بود، میگم برو به خونه این دوارم ختم کو بعد بیا که یک معاینه بلغم دیگه از تو بگیرم، معاینه بلغم آخر تو بگیرم، در این قسمت ضرورت نداره. پس مرحله تشدیدیه کمتر از 14 روز و یا بیشتر از 14 روز، مرحله تشدیدی ها کامل کردم به مرحله تعقیبیه، آیا بیشتر از 80% دواخو گرفته یا نگرفته، بیشتر از 80% دواخو گرفته معاینه بلغم منفی بوده یا مثبت، نظر به اون میبینه. و اگر مرحله تشدیدی خود کامل گرفته، در مرحله تعقیبی هم کمتر از 80% دوا گرفته، یعنی اون 96 روزه که گفتم مثلا 80 روز یا 70 روز یا 60 روز دوا گرفته و ترک تداوی از این میبینیم، ترک تداوی از این کمتر از 3 ماه هست، میگم برو دوا خور ادامه بده تا ختم شه. حال مریض مرحله تشدیدی خود کامل و مرحله تعقیبیه، به مرحله تعقیبیه کمتر از 80% داره خود گرفته ولی ترک تداوی کمتر از 3 ماه هست، میگم برو تداوی خود ادامه بده تا ختم داره. ولی اگر کمتر از 80% دوا خود گرفته و بیشتر از 3 ماه هم میشه که تداوی خود ترک کرده، در این حالت توصیه میکنیم که تداوی از ابتدا شروع بشه. از ابتدا شروع بشه یعنی از کتگوری 2 برای مریض تداوی شروع کنه. خدا کنه یه قسمت فهمیده باشم، اگر نفهمیدم دوباره پس ایر یک بار گوش کنم ویدیو، یعنی قطع تداوی مریض اگر کمتر از در مرحله تشدیدی باشه کمتر از 14 روز باشه و بیشتر از 14 روز باشه ارزیابی میکنیم، اگر کمتر از 14 روز باشه هیچ مشکل نیه برو تداوی خواه ختم کو، اگر بیشتر از 14 روز باشه تداوی از سر شروع میکنه، و در مرحله تشدیدی تعقیبیه اگر بیشتر از 80% باشه یا کمتر از 80%، اگر بیشتر از 80% بود معاینه بلغم میبینه، اگر معاینه بلغم منفی بود مشکل نداره ختم تداوی، ولی اگر معاینه بلغم مثبت بود دوا خواه ادامه میده تا ختم، و اگر معاینه بلغم معذرت اگر دیورشن تداوی کمتر از 80% بود و در اون مرحله باز ما میبینیم که قطع تداوی چند وقت است. قطع تداوی اگر کمتر از 3 ماه بود میگن که تداوی خود کورس تداوی فول کورس خود میگیره کامپلیت میکنی تکمیل میکنی، و اگر کمتر از 80% بود و بیشتر از 3 ماه بود که ترک کرده بود تداوی از ابتدا شروع میکنه. در قسمت وقایع از توبرکلوز که چند تا سلاید راجع به وقایع بگم، دو تا گپ داریم. یک، وقایع دوایی داریم که به نام شیموپروفلاکسی یا کیموپروفلاکسی یاد میکنیم، و وقایع با واکسین داریم، واکسین BCG. این موضوعات پیشتر هم بحث کردم، یک بر سه نفوس جهان ممتن است و 5-10% شانس فعال شدن توبرکلوز هست، و به خاطر از این ما یک پروگرام باید داشته باشیم که اشخاصی که در گروپ های بالا هستند اینها کشف بشه. این سلایدها در بخش فصل 3 فکر کنم که برای شما گفته شده، ولی باز هم یک مرور میکنم. تمام اشخاصی که این شرایط زیله که یاد میکنم داشته باشه و توبرکولین تست از اینا و یا اگرا از اینا و یا توبرکولین تست اینا 5 میلی و بیشتر از 5 میلی باشه، ما زیر تداوی لاتنت توبرکولوز انفکشن قرار میده. مریضایی که HIV باشه
5 میلی و بالاتر، مریضان که اچ آی وی باشن، اشخاصی که قبلا در تماس مریضان توبرکولوز باز بودن، اوپن توبرکولوز یعنی او توبرکولوز، مریضان توبرکولوزی که سرفه میکنن و در معاینه بلغم اینا باسیل دیده میشن، اوپن توبرکولوز میکنن، کسانی که در کلیشه رادیوگرافی اینا تغییرات فیبروتیک وصفی توبرکولوز قدیمی نشان بدن، و اونایی که دواهای ایمونوسوپرسیو مصرف میکنن. بله، دوای ایمونوسوپرسیو یک از جمله استروید ها مثلا پریدنوزولون باشه و یا سیکلوسپرین باشه و یا تاکرولاموس باشه، خصوصا مریضی که پریدنوزولون، خب به اینجا گفتیم حداقل دی بحث میکنیم، مریضی که 15 میلی گرم پریدنوزولون بیشتر از یک ماه میشه میگیره، و یا مریضایی که ارگان ترانسپلانتیشن در نزدینا انجام شده، یعنی اونایی که مثلا پیوند کلیه شدن، پیوند کبد شدن و امثالهم، در نزد از این مریض ها ما توبرکولین تست 5 میلی و بالاتر از 5 میلی مثبت ارزیابی میکنیم. HIV، تماس قبلی با توبرکولوز باز، نشانهایی در کلیشه رادیوگرافی و دوایی که مریضان که دوایی ایمونوسوپرسیو میگیرن. و اشخاصی که 10 میلی و بالاتر از 10 میلی باشن و این شرایط داشته باشن، یعنی اشخاصی که در مناطق اندیمیک توبرکولوز زندگی کنن، معتادین مواد زرقی، اونهایی که در لابراتوار میکروبیولوژی کار میکنن و اونهایی که امراض زمینه مساعد کننده برای توبرکولوز مثلا دیابت، امراض مزمن کلیه، سلیکوز، انواع سرطان ها داشته باشن، و یا اطفال پایین تر از 5 سال، بر از اینها 10 میلی و بالاتر از 10 میلی مثبت ارزیابی کرده و تحت تداوی لاتن توبرکولوز میگیره. و افرادی که تمام افرادی که به هر شکل از اشکال 15 میلی و بالاتر از 15 میلی عکس العمل توبرکولین تست در نشان بده، تحت تداوی توبرکولوز میگیریم و این شکل هم همون نشان میده. 5 میلی و بالاتر از 5 میلی کسانی که اچ آی وی پوزیتیو هستن، کسانی که با اکتیو توبرکولوز تماس هستن، اونایی که تغییرات فیبروتیک در کلیشه رادیوگرافی نادیده میشه، و مریض هایی که ارگان ترانسپلنتیشن و یا دواهای ایمونوسوپرسیو مصرف میکنن. 10 میلی و بالاتر از 10 میلی در اونهایی که در مناطق اندمیک توبرکولوز هستند، آی وی درگ یوزرها یا همون معتادین مواد مخدر، و اطفال کمتر از 5 و یا 4 سال، لابراتوار میکروبیولوژی که کار میکنند، و 15 میلی و بیشتر از اون در تمام اشخاص. چه رژیم تداوی برای مریضای لاتن توبرکولوز داریم؟ ما برای از این مریض ها یا INH و یا رفامپین میدم. در بحث کیموتراپی بحث میکنم یا شیموتراپی بحث میکنم، بحث تداوی دوایی بحث میکنم، یا INH برای این مریضا میدم یا رفامپین میدم. اصطلاح داتس یا داتس که در کتابم روزی خیلی کم هم بحث شده، یعنی تحت نظارت مستقیم کارکن صحی باید دواخو مصرف کنه. مریض توبرکولوز، مریضان توبرکولوز با اساس پالیسی و یا استراتژی داتس تداوی میشن، یعنی مریض باید هر روز صبح بیاید و دواخو به پیشکارکن صحی بگیره و بدن بخونه بره. برای از این مریضا ما INH میدم و یا رفامپین گفتم. INH هم با چی کار ندارم، ولی به صورت کلی برای از این مریض ها 300 میلی گرم 10 تا 20 میلی گرم فیکلگرام عدد از همی 300 میلی گرم برای از این مریض ها برای مدت 9 ماه ایزونیازید میده، تنها یک دم. و یا اگر مریض باشه که به مقابل ایزونیازید مقاومت داشته باشه، یا مریض باشه HIV که دوای ضد HIV یا دوای ضد وایرال، دوای ضد ویروس میگیره، برای از این مریض ها رفامپین توصیه میکنه. 10 تا 15 میلی گرم فیکیلگرام وزن بدن، یعنی حد اکثر 600 میلی گرم و به مدت 4 ماه برای از این مریض ها رفامپین توصیه. یک حالت دیگه هم بقایه بحث میشه، واکسین بی سی جی هست، وسیله کالمتگرین هست که خود تاریخچه از خود کالمتگرین میشه که شما مطالعه کنید، که دوتا دانشمند بودن آمدن رو بحث وقایع توبرکولوز کار کردند، واکسین ساختند، وقایع کرد. اولین واکسین هم به یک طفل که از یک مادر که مبتلا به توبرکولوز بود متولد شد و زخم کردن، ولی بعدها واکسین های بود روان کردن به آلمان، روان میکردن در مسیر را واکسین ها در یک لابراتوار دیگه منتن شده بود، واکسین ها در یک لابراتوار توبرکولوز نگاه داشته بودن منتن شده بود،
و واکسن وقتی که به اطفال در آلمان زرخ کردند چند، حالا 126 یا میاده، او اطفال مبتلا به توبرکلوز شدند و این دو نفر حبس شدند و بعد از او هم مشکلات روحی روانی و امثال هم تا مرگ از او. تاریخ از او میشه که ببینیم. بعد از او هم مشخص شد که بله واکسن به جای دیگه نگهداری شده بود و اشتباه بود. به هر صورت واکسن BCG است. 0-80% موثریت داره. در بحث واکسین ها یک موضوع باید ذکر کنم. یک واکسین خوب چه خصوصیت داره؟ یک واکسین خوب چی هست؟ یک واکسین خوب باید موثریت 100% داشته باشه. اول یک واکسین خوب باید موثریت 100% داشته باشه. به خاطر از اینکه وقتی میگه موثریت 80% داره یا 70% داره، شما اگر قرار باشه 3 نفر واکسین کنیم و بگیم که از اینا 2 تا معاف شده، پس اون نفری که معاف نشده کدوم یک است؟ اگر معاف موثریت یک واکسین 70% باشه، پس یک از جمله شرط اینه که موثریت یک واکسین 100% باشه. دوم، قیمت از این واکسین ارزان باشه، واکسین با قیمت بالا نباشه. و سوم، از اینکه از لحاظ اجتماع تطبیق از این واکسین برای اجتماع قابل قبول باشه. مثالی هم میشه واکسینی که به خاطر سرطان عنق رحم کار میکنن، برن پاپ اسمر انجام بدن و پیدا کنن که بله برای یک جامعه باید بفهمونیم و بتونن قبول بقبولانیم که بله هم واکسین به خاطر جلوگیری از سرطان عنق رحم موثر است، و اونا پرسان کنن که کیها سرطان عنق رحم میشن و شما این رو وضاحت بدین. به هر صورت مشکلات بعدی، پس واکسن بعد موثریت 100% داشته باشه، دوم از اینکه ارزان باشه، سوم از اینکه از لحاظ جامعه قابل قبول باشه. ولی موثریت از این واکسینه که پایین میاره تنوع ژنتیکی در انواع واکسین ها، در اشخاص، مداخلات دیگه اشکال نان NTM یا نان توبرکلوز مایکوباکتری ها، امراض پارازیتی و عوامل محیطی میتونه که موثریت از این پایین بیاره. ولی ما واکسین در زمانی که طفل متولد میشه واکسین BCG برای از او کار میکنیم. اگر بنا به هر دلیل واکسین BCG کار نشود، مراحل بعدی که میخوایم واکسین BCG کار کنه باید حتما قبلی توبرکولین تست انجام بشه. در صورتی که توبرکولین تست منفی بود، شما میتونید واکسین BCG برای طفل کار کنه و واکسین BCG در داخل جلد یا در نای دلتوید به داخل جلد زرق میشه. اگر تحت جلد زرق بشه میتونه که آبسه موضعی به نام BCG اوما ایجاد کنه که بعدا ضرورت به حتی به جراحی و انتیبیوتیک تراپی داره. عوارض جانبی که داره این واکسین میشه که درد و اسکار و آبسه از او یاد بکنیم، و نادر هم بعضی عوارض جانبی مثلا برست انگلوتی آبسس، BCG استومیالایتس، دیسمینیت BCG انفکشن راپور داده شده وقت از این که به اثر زرق واکسین BCG انتانات منتشر توبرکولوزی دیده شده. مزاد استدباب از این هم مزاد استدباب دائم داریم و موقت داریم در قسمت BCG. اونایی که توبرکولوز تیر کردن و اونایی که توبرکولوز به شکل لتن داشتن، در اینها اونایی که توبرکولین تستینا مثبت هست، اونایی که دوای ایمونوسپرسیو میگیرن و HIV در نزد از اینها مزاد استدباب دائم است که BCG کار نمیشه. ولی در نزد اشخاصی که انتان دارن مثلا نمونیا دارن تداوی میشن، یا انتان شدیدی هم که بحث کردم اگر تداویشه مشکل نداره، انتان طرق تنفسی مثلا نمونیا داره تداوی میشه و خوب میشن، امراض جلدی خصوصا در اونایی که میخواین زرخ کنیم واکسین تداوی میشه خوب میشه، سپسیس و یا تب فبریل داره که متب فبریل و سب فبریل از اون از 37.3 تا 37.9 بحث کردن، سب فبریل بعد از اون هم باز فبریل بحث کردن، تب فبریل داره و یا در دیورشن در مدت زمان 4 هفته قبل واکسین دگه شده، اجازه بعد از 4 هفته واکسین BCG برای از او کار میکنه و به شکل موقت در این حالات هم مزاد استدباب داره. خوشحالم که بحث تداوی توبرکولوز، تداوی و وقای توبرکولوز با شما ختم کردیم. سوال داشته باشین در گروپ تلگرام خو از من پرسان میکنه و من هم به خدمت شما هستم. و من الله